دوستان عزیز، 5:32 رو خدمتون اعلام میکنم. روز جمعه 22 می و ارتباطمون برقرار شده با مهمان گرامی که بهتون وعده داده بودیم که در خدمتشون باشیم. سرکار خانم سانه‌ای، سلام، حالتون چطوره؟ با عرض سلام و تشکر از شما و رادیوی خوب آرینا که از خیریه پردیس و بنده دعوت کردیم به این برنامه بیایم و صدای فرزندان بی سرپرست کشورمونو به گوش مخاطبان نازنین شما و هموطنان گرامیمون در سراسر دنیا برسونیم. متشکرم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم سانه‌ای عزیز، وقتتون بخیر. اگر که فرمایشی دارین در ابتدای صحبتتون بفرمایید، در غیر صورت ما یه مقدار با خیریه شما بیشتر آشنا بشیم در رابطه با خیریه پردیس که در چه سالی، به چه منظوری و توسط و خانم راجب کادوهاتون صحبت بکنیم که شما قرار کادو مسابقه این هفته رو بدین. بله، تأسیس شده، از کدام بخش مجوز گرفته؟ بفرمایید سرکار خانم. خیریه پردیس، متشکرم از سوالتون، سوال جامعه، متشکرم واقعا. خیریه پردیس در سال 1999 توسط خانم پری جواهری و خانم سیمین فرحی تأسیس شد. در سال 2001 در واقع به ثبت دولتی رسید و دولت کانادا در واقع پذیرفت که خیریه پردیس به هر جای دنیا که میخواد و در این مورد به ایران خصوصا کمک رسانی کنه. و در واقع هدف اصلی خیریه پردیس بورسیه تحصیلی برای فرزندان بی سرپرست کشورمون می باشن. بسیار عالی. سرکار خانم، برنامه های بشر دوستانه انجام شده توسط خیریه چه بوده تا کنون؟ برنامه فعلیش چیه؟ یه مقدار جزئی تر اگر بفرمایید سپاسگزار میشم. خیلی متشکرم از سوالتون. خیریه پردیس همینجور که کامیونیتی عزیزمون در ایران و فکر میکنم خیلی از کشورهای دیگه باهاش آشنایی داشته باشن، برای مثال اگر من بتونم به عنوان یک اسپانسر بیشتر دقیق‌تر بتونم توضیح بدم در این رابطه، برای مثال برای زلزله بم کرمان 10 سال پیش، کرمانشاه، سیل و در زمان حال متاسفانه به خاطر شرایط کووید 19 و کرونا اقدامات بسیار بشردوستانه رو برای هموطنانمون تو ایران انجام داده. و همونجور که شما نازنینان در جریان هستین، خیریه پردیس یکی از تنها خیریه‌ای هستش که توسط دولت کانادا با نام نیک شناخته شده و اجازه کمک رسانی برای سوانح مختلفی که الان باهاش به هر ترتیب در هر زمانی درگیر بودیم تونستیم با کمک هموطنانمون خیرین و واقعا نیکوکاران گرامی، اکثرا ایرانی، از کشورهای مختلف، از کشور کانادا، از شهرهای مختلف دریافت کنیم و اینو به راحتی به ایران بفرستیم. بسیار عالی. البته من اینو برای شنوندگان عزیز و محترم عرض بکنم که تمام مدارکی که الان سرکار خانم دارن راجبشون صحبت میکنن قبلا برای رادیو ارسال شده، صحت و سقمش تایید شده و چون البته من اینو عرض بکنم جسارت خدمت شما نباشه، خیلی از دوستان سوال دارن که بعضی وقتا یه نفر به اسم خیریه یه سری کارا رو انجام میده که ما از این تریبوم اعلام میکنیم که تمام مدارک شما رو در واقع به دست ما رسیده و مردم با خیال راحت بتونن راجع به خیریه پردیس هم فکر بکنن، هم کمکاشون رو اگر دوست داشته باشن انجام بدن. فقط من یه سوال کوچولو بپرسم، این که اهم فعالیت شما چیه؟ یعنی در واقع در خیریه اون گول اصلی که دارید انجام میدید چیه؟ اجازه میدین که من یه مطلبی رو اضافه کنم به سوال قبلیتون، واقعا معذرت میخوام. حتما. خیریه پردیس خیریه رجستر شده ای هستش، یعنی در واقع دولت کانادا CRA کاملا با روند کاری خیریه پردیس آشنایی داره. به همین دلیل ما میتونیم تکس رسید آخر هر سال، برگه مالیاتی به اسپانسرهای عزیزمون، چه فرزندی رو اسپانسر بشن، چه برای کرونا بپردازن، چه برای به هر حال به هر ترتیبی پولی وارد خیریه پردیس بشه، اینها ثبت شده و دولت کانادا و CRA نظارت 100% دقیق بر این پیپر ورک و به هر حال دفاتر خیریه پردیس داره. سوالی که فرمودین در رابطه با هدف خیریه پردیس، در واقع قسمت اعظم کارهای خیریه پردیس و روند کارش
بورسیه تحصیلی می باشد. در واقع اسپانسرها فرزندانی که نیازمند هستند رو تحت پوشش قرار میدن و هدف اصلی خیریه پردیس در واقع فرستادن این فرزندانی که اکثرا از میتونن از کلاس اول دبستان باشند، اینها رو تحت پوشش قرار میدن توسط اسپانسرهایی که ما پیدا میکنیم و تا مقطع دیپلم هدایت میکنن. و در واقع عملکرد این اسپانسرها در خیریه پردیس این هستش، در برای فرزندان بی سرپرست این هستش که به هر حال ما داریم در مورد قشر بسیار ناتوان و نیازمندمون صحبت میکنیم. یه رفاه مالی و خانوادگی رو اسپانسرها با پرداخت واقعا 1 دلار تا 2 دلار در روز برای این فرزندان در نظر میگیرن و باعث میشن که فرزندان تا مقطع دیپلم پیش برن و حتی بین بیش از 12,000 فرزندی که خیریه پردیس در 20 سال گذشته تحت پوشش قرار داده، ما دکترها، مهندسین، وکلا و مکتشفین رو تو کشور خودمون واقعا به جامعه ارائه دادیم توسط خیران، توسط نیکوکاران، توسط مردم دلسوزمون. و واقعا متشکرم. به هر حال امیدوارم که سوالتون رو جواب داده باشم. بسیار عالی. خانم احسانی، من پس این خبری که ما شنیدیم که با 1 دلار در روز میشه در واقع حمایتی کرد از یک حالا فرزند حالا بی سرپرست میشه گفت یا خردسالی در ایران که توسط شما انجام میشه، پس حقیقت داره؟ بله کاملا درسته. ببینیم 30 دلار در واقع مینیمومشه، ولی ما داریم اسپانسرهای عزیزی که 35 دلار، 40 دلار، 50 دلار، بستگی به مبلغی که واقعا خودشون دوست دارن میپردازن. و زندگی این فرزندان، و من به عنوان اسپانسر خودم رفتم فرزندامو دیدم بعد از این همه سالی که خارج از کشور زندگی میکنم، واقعا زندگی هاشون رو تغییر میدن و در واقع این فرزندان و خانواده هاشون رو به توانمندی میرسونن که بتونن دست بقیه افراد رو بگیرن. بسیار عالی. سرکار خانم احسانی، خب خیلی کاملا مشخص و شفاف هست قسمت بخش کانادایی فعالیت های شما بر همه کسایی که اینجا زندگی میکنن، دولت کانادا، مجوزهایی که دارید و دوستانی که همین الان کلی کامنت برام اومده که از شفافیت کار شما در حقیقت صحبت کردن. اما یک نکته که من دوست دارم شما زحمت بکشین توضیح بدین در رابطه با شناسایی افراد نیازمند، کودکان بی سرپرست، بد سرپرست در ایران هست. آیا شما نهادی وجود داره که با شما همکاری میکنه در ایران افراد رو میشناسن، به شما معرفی میکنن؟ آیا شعبه‌ای به صورتی وجود داره؟ افراد معتمدی دارید؟ یه بخش سوالم اینه که چطور این افراد شناسایی میشن، به شما شناسنده میشن؟ و بخش دوم این هست که بر بخش از فرمایشاتتون گفتید به راحتی کمک‌ها رو به ایران منتقل میکنید، حالا با توجه به تحریم‌ها و غیره چطور این کمک‌ها رو منتقل میکنید؟ چون یکی از دغدغه‌های همه افراد خارج نشین اینه که این مبالغ و این کمک‌ها به دست فرد نیازمند برسه. بسیار سوال خوبی کردین. سوالی که اسپانسرها اخیراً از خیریه پردیس، از خانم‌های والنتیر، افراد والنتیر پرسن، از فاندرها پرسن. ببینید خیریه پردیس در اگه بخوام از ابتدا شروع کنم، اینه که برای مثال همین روزی 1 دلاری که شما میگین، ماهی 30 دلار، 35 دلاری رو که مینیمم میپردازن، این به نرخ روز به تومان تبدیل میشه. در ایران خیریه های بسیار شناخته شده و قابل اعتماد خیریه پردیس که یه خیریه کانادایی و ایرانی هستش، این مبالغ رو دریافت میکنن و در حدود فکر میکنم حدود 10 تا خیریه مختلف هست که با خیریه پردیس مددکارهای بسیار زیاد و روشنفکر و خبره ای رو داره که پرونده هایی رو اونجا در دسترس در دستشون هستش، رسیدگی میکنن افرادی که به این خیریه ها که خیریه های شناخته شده توسط خیریه پردیس و دولت کانادا، حتی تا حدودی اگه بخوام اینو سوقش بدم به اون سمت، شناخته شده هستن، این پرونده ها به تورنتو فرستاده میشه، به دفتر اصلی خیریه پردیس در تورنتو. مبالغی که در واقع میفرمایین وقتی که اسپانسر ها این مبالغ رو میپردازن، عرض کردم تبدیل به تومان میشه، مطابق همون نرخ روز به حساب هایی که توسط سرپرست های این بچه ها و یا مددکارها باز شده، این پول به این حساب ها واریز میشه و فیش های بانکی که مطابقت بده و
به اون دلاری که تبدیل شده و مبلغی که تو اون حساب آخر ماه ریخته شده، تمام این فیش ها در واقع به دفتر خیریه پردیس در تورنتو فرستاده میشه و خانوم ها، حسابدار ها اینها رو با هم مطابقت میکنن و مطمئن میشن که همین پول به همین مقدار دست فرزندان رسیده. مرحله دوم اینه که مددکارها در واقع رسیدگی میکنن که ببینن این پولی که در واقع فرستاده شده آیا خرج تحصیل، مدارس، به هر حال زندگی که اونها تو اون شرایط سخت دارن آیا شده، و 100% تمامی این اینفورمیشن ها و اطلاعات رو به خیریه و به من اسپانسر برای مثال میتونن انتقال بدن. اگر هر اسپانسری فرزندی رو اسپانسر شده و میخواد به دفاتری که این فرزند رو در واقع به دفتر خیریه پردیس معذرت میخوام سری بزنه، هیچ مشکلی نیست. درهای دفتر خیریه پردیس به سوی تمام اسپانسرها، دولتی، عمومی، ایرانی، خارجی باز هست. این عزیزان خیلی راحت با شفافیت کامل میتونن اینها رو ارائه بدن و شما میتونید به اینها دسترسی پیدا کنید و ببینید این پول چگونه برای این فرزندان خرج شده و مطابقت بدین حتی به دلار روز. بسیار عالی، خیلی متشکر. ما یه خط تلفنی داریم، این سوال رو میخوان از خودتون بپرسن. سلام عرض میکنم، اگه صدای ما رو میشنوید روی خط هستید، با خانم سانعی در خدمتون هستیم. خواهش میکنم، متشکرم. بفهمی میتونم سوالم از خانم سانعی بپرسم یا باید از شما سوال بپرسم؟ نه بفهمید، صداتون رو میشنوید. خانم سانعی بفهمید. بله، خواستم که سلامی خدمت خانم سانعی بکنم و تشکر کنم از زحماتی که به هر حال همیشه میکشن، و یه سوالی هم داشتم از حضورشون. میخواستم بدونم که این در واقع حق ماهیانه بچه ها رو که ما اسپانسر میشیم و به صورت سالانه پرداخت میکنیم، حالا که به این شکل در واقع برنامه شب احیا ها اتفاق نمیفته یا حداقل امسال اتفاق نیفتاد به خاطر وضعیت کرونا ویروس، به چه شکل میتونیم اینو تغییرش بدیم و اگه بخوایم باز بچه اضافه کنیم به چه شکلی باید انجام بشه؟ و میخواستم که در این زمینه کمک کنن. خیلی متشکرم. بسیار عالی، خیلی متشکرم از سوالتون. از روی خط با جوابتون حالا خانم احسانه‌ای عرض میکنم خدمتتون. خیلی متشکرم از سوالی که کردین، ممنونم. ببینین، برای مثال فرمودین احیاها در ماه رمضان هستش، زمان بک تو اسکول هست، برگشت به مدرسه هست، زمان عید نوروز هست، کریسمس هست. هر سال اسپانسرها به هر حال کاری که میکنن مبالغی رو ممکنه اضافه دوست داشته باشن بفرستن این خیرین گرامی برای فرزندانشون یا اینکه برای ساپورت خیریه پردیس که به زمان مناسب بتونه به جایی که باید بفرسته و یا خرج کنه برای بچه ها. به هر ترتیب وبسایت بسیار بسیار خوبی خیریه پردیس داره که میتونین به وبسایت پردیس چریتی در واقع رجوع کنین. ما غیر از ایرانیان، از مونتریال، از آلبرتا، از امریکا اسپانسرهای خیلی زیادی رو داریم که اینها از توسط خود وبسایت خیریه میتونن برن مانی در واقع ایمیل ترانسفر کنن، پولی رو که میخوان بدن، کردیت کارت بدن، شماره تلفنی هستش و خانوم ها حتما خوشحال میشن و حتما جوابگوی شما خواهند بود. حتی همین الان اگر تماس بگیرین با شماره دفتر خیریه اینها جوابگو هستن. بله بله، همینو میخواستم عرض کنم. خیلی از دوستان همین الان برامو پیغام زیادی اومده، از دایر کنندگان این خیریه، از شما، از همه اسپانسرها تشکر ویژه کردن. خیلی ها میخوان بدونن که چطور میتونن عضو این خیریه بشن، میتونن با این خیریه تماس بگیرن. حالا شما فرمودید وبسایت، دوستانی هم وبسایت رو شیر کردن زیر پست. اگر شماره تماس خیریه رو بفرمایید و اینکه چطور میتونن حالا عضو بشن، کمک بکنن، سپاسگزار خواهیم شد. خیلی متشکرم. اگر خانم ها، آقایون، شنوندگان عزیزتون الان میخوان در واقع تماس بگیرن، اجازه بدین که من یه شماره رو سریع اینجا باید نگاه کنم که بگم، چون که توی وبسایت شماره ها آمده، ولی میدونم شماره ای که میتونم، مطمئنم که این نازنین میتونن جوابگو باشن، اجازه بدین من اینو الان خدمتتون میگم. میتونین عزیزان با شماره 905-886-6329 یا اینکه 905-886-6329 تماس بگیرین
دوباره اگر که با وبسایت الان برین زحمت بکشین سرچ کنین، حتما اینفورمیشن های بیشتر و شماره تلفن های بیشتری رو اونجا هست. ممنون میشیم ازتون که این کار انجام بدید. بسیار عالی. یه خط دیگه داریم، ما دوستان تماس گرفتن، بفرمایید. با خانم سانعی در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. صدای گیرندش رو فکر کنم باید ببندن. الو الو، سلام بر شما، بفرمایید خانم سانی، صدای شما رو میشنوه. ممنونم از لطف شما و خانم سانی عزیز. منم میخواستم یه سری اطلاعات در منابع از امریکا صحبت میکنم، میخواستم یه سری اطلاعات بگیرم از این خیلیه که چه شکلی میشه کمک کرد و اینکه بعضیش میفرمودن که میشه اسپانسری یکی از بچه ها شد. میخواستم ببینم اون به هر صورت یه بچه خاصی رو باید در نظر بگیریم، یعنی که ماهانه یه مبلغی که مورد نظرشونه باید بهتون بگیریم. سوالتون همینه؟ بله. بسیار عالی. اگر الان شنیدم مثل که شماره تلفن ها رو فرمودن، اگر حالا محبت کنید شما از طریق رادیو آرینا شما رو دوباره به ما بگید، ممنون میشم که یاد داشت کنم. خواهش میکنم. حالا از طریق خود رادیو یه دفعه دیگه ما اعلام خواهیم کرد، ولی روی رادیو گوش بفرمایید که خانم سانعی راجبش بهتون توضیح بدن. ممنونم. خیلی متشکرم. خانم سانعی بفرمایید. ببخشید. یک دنیا تشکر که واقعا زحمت کشتیم و از امریکا با ما تماس گرفتین. خیلی سپاسگزاریم ما از طرف خیریه پردیس از شما نازنین. ببینین بسیار راحته، وبسایت خیریه پردیس پارادایس چریتی خیلی مشخصه. شما تا خیریه پردیس یا پارادایس چریتی رو تایپ کنین تمام مشخصات اومده، پرونده فرزندان همگی و با قسمت خیلی زیادی از مشخصاتی که این فرزندان دارن در واقع ذکر شده. وبسایت به انگلیسی هست، به فارسی هست، شما میتونین انتخاب کنین. خیلی وقتا عزیزان میگن که ما نمیخوایم اصلا بریم روی وبسایت، شما یکی از این بچه ها رو برای ما انتخاب کنین. ما 100 تا بچه داشتیم، حقیقتا 100 تا فرزندی رو داشتیم که توی 3 هفته گذشته تا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم تا امروز 70 و اندیش رفته. ما 27 تا بچه داریم که اینها شدیداً منتظر اسپانسر پیدا کردن هستن. بچه های ما توی سالهای آخر اگر درست بگم مدرسه راهنمایی یا اوایل دبیرستان هستن و واقعا ممنون میشیم که اگر که یا شمارتون رو الان بعد از در واقع تمام شدن این برنامه برای ما بذارین، من شخصا یا خانم های والنتیر از خیریه پردیس با شما نازنین تماس میگیرن. دوباره عرض میکنم پردیس چریتی در واقع خیلی وبسایت خوبی داره، هر کسی میتونه بره اینو به راحتی، فرزندی رو که اصلا خودش میخواد انتخاب کنه. باز هم اگر سوالی بود ایمیلی بفرستین، تماسی برقرار کنین، ما منتظر هستیم. بله خیلی هم ممنون سرکار خانم، مرسی از توضیحاتتون، بسیار شفاف، بسیار مشخص بود. و من حدود یک ساعت پیش البته متوجه شدم که این خیریه شما در شهرهای دیگه مثل ونکوور هم شعبه داره و فعالیت میکنه. حالا در شهرهای دیگه هم روز ونکوور و تورنتو شعبه داریم. به عنوان سوال پایانی قبل از اینکه وارد قرعه کشی بشیم، بخیر. خیلی مشکرم از شما عزیزان واقعا. بله در برای مثال برای کرونا الان دانشجویان نازنینمون، هموطنان گرامیمون سعی میکنن، این عزیزان از آلبرتا برای کرونا دارن در واقع با این مشکلی که داریم دارن سعی میکنن مبالغی رو جمع کنن، خیلی موفق بودن. دوستان دیگه‌مون خیلی سعی کردن، هموطنان گرامیمون اسپانسرهای خیلی خوبی خیریه پردیس داره به خاطر نام نیکی که حقیقتاً داره و دارن این کار انجام میدن. سوال بعدتون در رابطه با ونکوور بود. خانم نازنینی به نام خانم سبزواری در 7 سال گذشته حقیقتا این خیریه رو، شعبه 2 خیریه پردیس رو در ونکوور افتتاح کرده و مبالغ رو جمع میکنن، فرزندانی رو خیلی خیلی در واقع دارن سعی میکنن که با هموطنان عزیز ونکوور بریتیش کولومبیا ارتباطات بیشتری برقرار کنن که ما بتونیم همه این بچه ها رو واقعا بدیم به زودی برن، خصوصا این 27 تا که داریم الان.
بسیار عالی، خیلی ممنون. درود میگیم به شما، به کسانی که بانی این خیریه بودن و به همه اسپانسرهایی که ماندگاری اون رو تضمین کردن. امیدوار هستیم که سلامت باشید. مرسی از اطلاع رسانیتون. و اگر که اجازه بدیم، با توجه به اینکه زمان ما هم خیلی کم باقی مانده، به قسمت قرعه کشی بریم. یک توضیح کوچیک به شنوندگان بدم. خیریه پردیس در حقیقت جایزه 3 هفته مسابقه سینمای ما رو قبول کردن که تقدیم برنده از این هفته تقدیم برنده خواهد شد. همکارم میگن حالا یه شماری بعد انتخاب بفرمایید. بله، سرکار خانم سانه ما 482 نفر شرکت کننده داشتیم که البته پاسخ صحیحی داشتیم، شرکت کننده داشتیم بیشتر. محبت بفرمایید بین عدد 1 تا 482 شما یه نفر رو انتخاب بکنید. حتما، خیلی متشکرم. این هدایا همونجور که میدونین توسط اسپانسرها داده میشه و خیریه پردیس خودتون میدونین این مخارج رو خب انجام نمیده و بله. ما خوشحالیم از این بدن و تشکر میکنیم. شماره 48. 48. خیلی خب اتاق فرمان دیگه کاره گوش ما بفرمایید. بله. و ما از اتاق فرمان خواهش میکنم 48 اسم، حالا اگر اسم باشه حالا روی تلگرامشون، و 3 رقم اول 4 رقم آخر دیگه میدونن. بله خب میخواین اومدن؟ خب بفهمید. بله بسیار عالی. خب من اعلام بکنم، خب برنده خوش‌شانس این هفته که توسط مجموعه پردیس و خیریه پردیس معرفی شد، به دقیقاً انتخاب شد به صورت قرعه کشی شمارشون، دوست عزیز سرکار خانم ساناس با پیش شماره 437 و 4 رقم آخر شماره تماسشون 9115 هست. سرکار خانم ساناس برنده خوش‌شانس این هفته هستند با 437 شماره 9115. مبارکشون باشه. جایزه از طرف خیریه پردیس و اسپانسرهای خیریه پردیس تقدیم شما میشه. امیدوار هستیم که مبارکتون باشه. خانم سانه ای خیلی متشکر از لطفتون، از اهدای کادوها، و امیدواریم که این برنامه تونسته باشه هم شما و خیریه رو به شنوندگان عزیز معرفی کرده باشه، همین که گامی باشه برای اینکه اگر کسی میخواد کار خیریه انجام بده حتما با شما تماس بگیره. خیلی متشکر از شما نازنینان، واقعا ممنونم که بدون هیچ چشم داشتی در واقع به عنوان یک رادیو در واقع خصوصی، ولی خواستیم که همراه و همگام فرزندان بی سرپرست ایران باشیم. واقعا ممنونم، امیدوارم که بتونیم بازم در برنامه هاتون شرکت کنیم و اسپانسرهای ما هم این رادیو مردمی رو واقعا ساپورت کنن و دنبال کنن. یک دنیا سپاس. متشکرم. ممنون از شما، سپاس از شما. شب خوبی داشته باشین. باعث افتخار بود آشنایی با خیریه شما. خدا نگهدار. خداحافظتون. خب سرکار خانم سانعی با ما همراه بودن، اسپانسر، یکی از اسپانسرهای خیریه پردیس در کانادا.